ناتو روسیه رو تهدید اصلی و چین رو چالش آینده خواند. نخست وزیر تازه اسرائیل سکان کشور رو به دست گرفت موقتاً برای 4 ماه آینده. البته بازگشت خانواده مارکوس به فیلیپین، کاخ سفید به دنبال مکانیزمی برای کمک به افغانستان، جرقه همکاری سونی و هوندا برای رقابت با تسلا، اینها بیشتر همه در روزنامه های جهان. سلام. ولادیمیر پوتین تهدید کرده اگر ناتو در سوئد و فنلاند سلاح مستقر کنه، روسیه تهدیدات مشابه برای اونها ایجاد خواهد کرد. سخنرانی همزمان با نشست ناتو در مادرید، جایی که راه برای پیوستن هلسینکی و استکهلم به این پیمان نظامی هموار شد. پیمانی که جنگ در اوکراین و نیاز مشترک کشورها به امنیت جانی تازه در آن دمیده. ال پایس اسپانیا بالای عکسی از رهبران کشورهای عضو ناتو در موزه در مادرید، عنوانش هست ناتو داره برای زمانی که قدرت جهان رو در روی هم قرار میگیرند آماده میشه. پدرو سانچز نخست وزیر میزبان یک ضیافت شام برای سران کشورها بود که در موزه ال پرادو مادرید برگزار شد. خانه بعضی از گرانبهاترین آثار هنرمندان اسپانیایی مثل ولاسکز و گویا. پس از شام هم ارکستر سمفونی کیف قطعاتی برای میهمانان نواخت. به نوشته روزنامه، رهبران ناتو در صحبت‌هایشان روسیه را یک تهدید مستقیم توصیف کردند، اما ولادیمیر پوتین این جواب را داد. اوکراین ابزاری شده برای اعضای ناتو که از منافع خودشون دفاع کنند. یعنی اعضای ناتو، کشورهای پیشرو به ناتو، صرفاً میخوان به دست اوکراینی‌ها و مردم اوکراین موقعیت خودشون رو تثبیت کنن، نقش خودشون در جهان رو پررنگ‌تر کنن و به معنای واقعی کلمه مهر تاییدی بزنن بر رهبری و استیلا و جاه طلبی‌های امپریالیستی خودشون. در اسرائیل که ماها پیکار و کارزار انتخاباتی پیش روی رای دهندگانه، هارت بالای صفحه تیت زده نفتالی بنت نخست وزیر اعلام کرده در دور بعد نامزد نخواهد شد. پارلمان هم امروز منحل شده. تاریخ انتخابات هم اول ماه نوامبر، درست 4 ماه دیگه، تعیین شده. در کنست یا پارلمان، نفتالی بنت کرسی خودش رو به یائیر لاپید شریکش در دولت ائتلافی واگذار کرد. آقای لاپید نخست وزیر دوران گذار خواهد بود و در اولین سخنرانیش رقیبش در انتخابات پیش رو بنیامین نتانیاهو رو هدف قرار داد که همواره به گفته او یک پایش در دادگاه و پرونده های اتهام فساده. کشور نیاز به اداره کردن داره. ما مشکلاتی واقعی داریم و نمیتونیم به خودمون اجازه بدیم نخست وزیری داشته باشیم که به جای حضور در اتاق کابینه بیشتر وقتش صرف صحبت با وکلاش در اتاقهای تحقیق میشه. در فیلیپین خانواده مارکوس دوباره به قدرت رسید. مانیلا تایمز عکسی انداخته از فردیناند مارکوس جونیور که از امروز قدرت رو در کشورش به دست میگیره. 36 سال پس از اینکه پدرش فردیناند مارکوس در یک انقلاب مردمی از قدرت کنار زده شد، او وارد کاخ ریاست جمهوری شد و مورد استقبال رودریگو دوترته در آخرین روز ریاست جمهوریش قرار گرفت. دختر آقای دوترته معاون رئیس جمهوری جدید خواهد بود. منتقدان هنوز مطمئن نیستند مارکوس جونیور چگونه رئیس جمهوری خواهد بود. نگرانی اونها از اونجا نشأت میگیره که به رغم فقر و فساد گسترده در دوران حکومت دیکتاتوری پدرش، او آن سالها را دوران طلایی فیلیپین توصیف کرده. زمانی مردی رو میشناختم که میدید بعد از استقلال چه دستاوردهای اندکی داشتیم، اون هم در سرزمینی که مردمش برای موفقیت عظیمترین ظرفیت‌ها رو داشتن و باز هم فقیر بودن، اما اون کارش رو انجام داد. یک روز پس از اینکه وزیر اول اسکاتلند گفت سال آینده در کشورش برای استقلال و جدایی از بریتانیا همه پرسی برگزار خواهد کرد، همانطور که روزنامه اسکاتسمن عکس رو چاپ کرده، نیکولا استرجن
میهمان الیزابت دوم در کاخ سلطنتی در ادینبرو اسکاتلند بود و برایش شال کشمیر و یک بطری ویسکی هدیه برد. خانواده سلطنتی همه ساله این موقع برای یک هفته در اسکاتلند گرده هم میان. با اینکه موضع حزب ملی اسکاتلند جدایی از بریتانیا است، اما در منشورش آمده که پس از جدایی ملکه همچنان ملکه اسکاتلند باقی خواهد ماند. اما وزیر اول اسکاتلند ممکنه مجبور بشه تاریخ همه پرسی رو به تعویق بندازه، چون اینطور که اسکاتسمن در تیتر اولش میگه اکثریت اسکاتلندی ها با برگزاری همه پرسی سال آینده مخالفن. به نوشته روزنامه در یک نظرسنجی 53% سوال شوندگان تمایلی به همه پرسی در سال آینده ندارند و فقط 40% مایل به رای گیری هستند. 8 سال پیش در همه پرسی استقلال 55% به 45% به جدایی نگفتند. اگر هنوز موفق نشدید برای تماشای بازی‌های جام جهانی در قطر بلیت بخرید، قطر تریبیون خبر داده فروش بلیت از هفته آینده از سر گرفته میشه. به نوشته روزنامه از سه شنبه آینده و به مدت 5 هفته پنجره خرید بلیت در سایت فیفا ویژه جام جهانی قطر باز خواهد بود. هر کس میتونه تا 6 بلیت برای هر بازی و حداکثر 60 بلیت برای کل بازی‌ها خریداری کنه. به دنبال زلزله ویرانگر هفته پیش در افغانستان، گروه‌های امداد نسبت به وخیم‌تر شدن بحران انسانی اونجا هشدار دادند. بحرانی که از پارسال با خروج نیروهای آمریکایی آغاز شد، جنگ در اوکراین باعث شد تا حدود زیادی به فراموشی سپرده بشه تا اینکه زلزله رخ داد. واشنگتن پست این خبر را کار کرده. بایدن به دنبال یافتن راهی برای کمک رسانی به افغان هاست بدون اینکه به طالبان نفعی برسه. دولت آمریکا میلیاردها دلار پول افغانستان را مسدود کرد و بانک‌های کشور را در فهرست تحریم‌ها قرار داده. عملکرد طالبان هم کمکی به حل مشکل نکرده. طالبان به خواست‌های آمریکا برای تضمین حقوق زنان و اقلیت‌ها پاسخ نداده. در عوض مخالفان را سرکوب کرده و مدارس دختران را تعطیل. کاخ سفید به نهادهای بشردوستان اجازه داده کمک‌های ضروری به افغانستان ارسال کنند. در ماه‌های اخیر واشنگتن سعی کرده از سازمان ملل به عنوان مجرای برای تخصیص کمک‌ها و دور زدن طالبان استفاده کنه، اما این کمک‌ها در مواجهه با این بحران عظیم ناکافی بوده. دلیلش هم فروپاشی سیستم اقتصادی کشور عنوان شده. کار نیست و کارهایی هم که باقی مانده درآمد ناچیزی عاید کارگران می‌کنه. به نوشته روزنامه مقامات ارشد دولت جو بایدن پیگیر یافتن سازوکاری هستند تا دولت طالبان بتونه از ذخایر بانک مرکزی برای مقابله با بحران اقتصادی و پیامدهای ناشی از اون استفاده کنه، اما در این حال هم نتونه از این منابع برای مقاصد خودش بهره ببره. کاخ سفید مذاکراتی رو برای بازگرداندن حداقل بخشی از پول‌های مسدود شده آغاز کرده. برای مثال راه اندازی مکانیزمی که کارشناسان بانک مرکزی و کارمندان ارشد دولت پیشین افغانستان کنترل و مسئولیت بخشی از پول‌ها رو به عهده بگیرن تا وضعیت اقتصاد تا حدودی تثبیت بشه. در این حال مطمئن خواهند بود پول‌ها به دست طالبان نمیرسه، اما چنین تدابیری هنوز به تایید دو طرف نرسیده. پول‌های بزرگ تکنولوژی برای رقابت در دنیای آینده یا یکدیگر رو می‌بلعن یا تکمیل کننده توانایی‌ها و نقاط قوت یکدیگر می‌شن. تایمز ژاپن خبر داده پروژه بزرگ بعدی سونی کمک به هوندا برای رقابت با تسلا است. دو شرکت بزرگ ژاپنی قصد دارن برای تولید نسل جدید خودروهای برقی دست به دست هم بدن، بازاری که خودروسازی آمریکایی تسلا در اون نقش کلیدی ایفا می‌کنه. اولین مدل از خودروی برقی مشترک سونی و هوندا قراره تا 3 سال دیگه به بازار بیاد. پیش‌بینی شده این خودروها قابلیت اتصال به تکنولوژی ابری داشته باشند و به حسگرهای مجهز باشند که امکان سطح 4 رانندگی خودکار رو فراهم کنه. سطح 4 از سطوح 6 رانندگی خودکار در بیشتر اوقات نیازی به دخالت انسان نداره. در نتیجه راننده آزاد خواهد بود با بازی‌های سونی خودش رو سرگرم کنه. فرایند تلفیق شرکت‌های خودروسازی و قول‌های فناوری آسان نیست. شرکت اپل الان مدت هاست به دنبال شریکی برای تولید خودروهای برقیه، اما هنوز راه به جایی نبرده. علاقمندان سینما با فیلم‌های معروف به وسترن اسپاگتی آشنا هستند.
یکی از ژانرهای فرعی فیلم‌های وسترن که در دهه 60 میلادی و به دلیل هزینه‌های پایین‌تر در ایتالیا و اسپانیا ساخته می‌شدند. عوامل فیلم‌ها اروپایی بودند، اما نقش‌های اول عمدتاً به هنرپیشه‌های به نام هالیوود سپرده می‌شد. حالا اینطور که گاردین خبر داده، شهری که برای وسترن اسپاگتی ساخته شده بود برای فروشه، اما خریداران باید یک مشت دلار داشته باشند. اشاره البته به فیلم به خاطر یک مشت دلار به کارگردانی سرجیو لئونه و بازیگری کلینت ایستوود. به نوشته روزنامه، یکی از لوکیشن ها یا مکان های فیلم برداری این فیلم ها در جنوب اسپانیا به قیمت حدود 3 میلیون یورو به فروش گذاشته شده. این سایت در استان آلمریا یکی از جاذبه های توریستی اسپانیا به شمار میاد و شهرتش به این دلیل که مشخصا برای فیلم روزی روزگاری در غرب ساخته شده بود. دیگر فیلم های معروف وسترن اسپاگتی به خاطر چند دلار بیشتر و خوب بدزشت هستن، هر دو هم با بازی کلینت ایستوود. متشکریم که نگاه روز رو با ما تماشا کردید. قرار ما فردا، اینم تصاویر روز.